سلام من بر همه دوستان عزیز و هموطنان گرامی، از اینکه برنامه میامه رو توجه داشتین و پیام‌های زیباتون رو دیدم ممنونم از همتون و خوشحالم که دونه دونه متوجه میشین که در اون زمان ما چه خدمتی با این هتل درست کردنمون در جامعه توریستی و در جامعه موزیک خدمتگزار ملت بودیم. خیابون پهلوی سابق به عنوان شاهراه مرکزی تهران جنوب شهر رو از میدون راه آهن تا تجریش به عنوان شمال شهر در بر میگیره. این طور بود که معروفترین خیابون تهران شاهد قد کشیدن میامی بود. هتل کاباره‌ای که خیلی زود مورد توجه عموم به خصوص قشر مرفه جامعه قرار گرفت. مردمی که به کاباره‌های پایین شهر و به زنبه رقص‌های روحوزی عادت کرده بودند، یهویی با گروه‌های رقص و خواننده‌های مطرح فرنگی روبرو شدند. درست روبروی رستوران نایب. میامی توی ضلع جنوبیش یه زیرزمین داشت که اسمش رو گذاشته بودن نایت کلاب W7. با آخرین تکنیک های نور، صدا و هر امکاناتی که فکرش رو بکنید. برنامه های هتل میامی هر شب از ساعت 8 تا 2 صبح ادامه داشت. محمود قربانی در مورد هتلشون اینطور میگه. ما هتلمون 420 اتاق داشت، کاورمون 1000 تا جا داشت، W7 دیسکوتک 400 نفر جا داشت، عرض کنم سرف سرویس 1000 نفر جا داشت، کلی روزی 5000 نفر ما مهمون پذیرایی میکرد. هتل میامی یه دونه بود، ولی شما حساب کنین هتل هیلتون، شرایتون، کانتیننتال، اینا همه زنجیره‌ای هن، سراسر دنیا بودن، اینترنشنال همینطور، دربند هم که مال بنیاد پهلوی بود، ولی ما یه دونه بودیم، یه میامی، و تونستیم در دنیا سرصدا کنیم برای یه هتل خودمون و این همه توریست رو وارد مملکت ایران کنیم، ایران رو با یه همشرکت شناختیم که جمعیت بیاد. اون روزهای اول میامی دوتا اتاقش هم پر نمیشد، زحمت زیاد کشیدیم که هتل میامی در دنیا سر صدا کرد و اعتباری بود برای ایران. در این هتل که از مهمترین مراکز برای بزنگاه‌های هنری اون زمان بود، دیگه هیچ نشانی از هیاهو و اتفاقات مهم نیست، ولی آثارش هنوز و تا همیشه در تاریخ موسیقی ایران خواهد موند. این کاباره محل حضور بسیاری از دولت مردان ایرانی بود و حتی رئیس جمهور آمریکا وقتی به ایران اومد به این کاباره می‌رفت. این کاباره همچنین پاتوق بسیاری از خواننده‌های سرشناس ایران بود که خیلی هاشون آرزو داشتن در این کاباره بخونن. محمود قربانی همچنین با تعداد زیادی از خوانندگان ایرانی همکاری داشت و زمینه یه سفر تعدادی از خوانندگان و هنرمندان معروف خارجی به ایران رو مهیا میکرد. و برای همینم بزرگترین ایجنس های دنیا با ما کار میکردن و توریست، ایجنت های توریست کم کم با ما ارتباط پیدا کردن. از توریست ها میخواستن که بیان برن هیلتون، میگفتن نه میامی میخواییم بریم، ایجنت ها با ما تماس میگرفتن. مثل روزهای اول نبود، میرفتیم فرودگاه به تاکسی های فرودگاه بوده، اگه برای ما مسافر بیارید 50 تومان دارید،
ولی با همون حرکت های درویشی خودمون، فرم خودمون، میامی به اوج رسید. میامی زد رو دست هیلتون، شرایتون، کنتینانتا، دربند و اینترنشنال ها، هتل های بزرگ. ما خوب درخشیدیم، خدا رو شکر، در میان مردم حفظ آبرو کردیم. خاگده، محسی، عقیدی، زند وکیل، گروه کورتیس برادرز، سه سیاه پوست پرتحرک. و همیشه دوست داشتم میامه رو در یک سطح جهانی معرفیش کنم. دلم میخواست ده ها میامه در سراسر دنیا داشته باشم. پلندمونم با برادرم همین بود. آقا میامه رو دو سه تا در ایران، در اروپا، در امریکا، در هر جایی که مناسب باشه بزنیم. خیلی هتل هیلتون ها، شرایتون ها میخواستیم سراسری کنیم. که اومدیم به این برنامه کاوارو و دم و تشکیلات و خلاصه ما ازدواج پرسرصدایی کردیم و خلاصه چی بگم. زمستون سال 46، دوراهی مصطفی تا نزدیکای پارک سایی، ماشین های آخرین مدل، لباس های مد روز، موهای شنیون شده، هنرمندای شناخته شده و ورزشکارا و سیاستمدارا همه و همه خیابون پهلوی و هتل میامی رو شلوغ کرده بودن. گوگوش دختر 17 ساله داستان ما اون شب مرکز توجه جامعه هنری بود. دختر شیطون صابر آتشین برای دلربایی از محمود قربانی، مالک بزرگترین کاباره تهران، و نشستن بر تخت شهین شهیدی، همسر عقد کرده محمود، فقط چند روز احتیاج داشت. اون شب اون سیندرلای قصه های تهران بود. هیاهوی جشن پرستاره اون شب با صدای گرم ویگن و آرزوی خوشبختی برای اونها همراه با پایکوبی مهمون ها توی هتل میامی بود. قدم گذاشتن روی صحنه میامی برای همه خواننده ها آرزو بود. گوگوش اولین خواننده ایرانی بود که تونست این کارو انجام بده. ایده ها، افکار ها یه خورده رفت دنبال کار گوگوش و من خیلی فعالیت هتل داری کنار رفتم. خب چه میشه گفت؟ زندگی بود. ایناست که آدم خط سیر زندگی آدم عوض میشه. ما چه خط سری داشتیم، به کجا میخواستیم بریم و به کجا افتادیم. والا ما اگه با گوگوش ازدواج میکردیم اینقدر اسم نداشتیم و اینقدر چیز نداشتیم، هیچ کم بابا کاری نداشت. ما زندگی خودمونو میکردیم و مثل بقیه مردم. هتل و کاباره میامی بعد از انقلاب مصادره میشه و سرنوشتی متفاوت براش رقم میخوره. محمود قربانی هم از ایران رفت و کاباره هم به محلی برای نشست‌های اداری تبدیل شد و نایت کلابی باقی نموند. هتل میامی با نام هتل سیمور پذیرای مهمانان شد و خیابون پهلوی با نام ولیعصر با چنارهای بلندش هنوز یادآور خاطرات گذشته است. انشالله که مملکتمون به این موقعیتی برسه، مردم در آرامش باشن، در صلح و صفا باشن و بتونه زندگی راحتی داشته باشن. به امید روزای خوب برای ایران عزیزمون، مردم خوبمون.